در ماجراهای وینسنت. خائن محترم، قسمت اول. امشب کجا میریم؟ میریم راسکوف؟ نه، از راسکوف خیلی خوشم میاد. با اینکه از اینجا دوره ها، ولی جای خیلی قشنگیه. هیچ مثل یه بندر فرانسوی نمیمونه. خیلی شبیه سوانسیه. این سوانسی بودین آقای وینسنت؟ او نبودی، یادم رفته بود. سوانسی بهترین بندر دنیاست. آنستی؟ بله آقای وینسنت. خفه شو. آه بله، حق با شماست. فکر کردم یه خورده با حرفام سرتون رو گرم کنم. هیچی مثل حرفای جالب آدم سر حال نمیاره. خیلی خوب. چی شده؟ فرانسویان هی، اون چیه؟ دنبال این میگردی؟ اون چیه؟ نقشه به چه درد میخوره؟ نقشه استحکامات ساحلیه. چه صداییه؟ گروبان! چی شده؟ اون پایین چه خبره؟ یه افسر فرانسوی قربان. من تپانچه رو پیدا کردم. اگه ما اونو خودمون تحویل داده بودیم و جایزه‌ای هم توش بود، باید به من میرسید. ما همینجوری هم به اندازه کافی وقت تلف کردیم. ممکن بود برای قهرمان بشم. شاید هم مدال میگرفتم. اما سینیم یه سری مدال جالب داشت. از کجا آورده بود؟ خیلی راحت، یه رفیق تو بازار سمسارا داشت. یه جاسوس مروید، اونم درست بین خودمون. این نقشه تمام سلاح‌ها، مراکز قدرت و وضعیت افراد منو در ساحل نشون میده. هرچه هست باید فوراً دستگیر بشه. حتم دارم میتونم رو کمک تو حساب کنم. دلم میخواست میتونستم جواب مثبت بدم، ولی متاسفانه نمیتونم. کار قاچاق در این منطقه رو به افزایشه و به عنوان مامور گمرک باید این کار رو در درجه اول قرار بدم. ولی با افراد تو من میتونم خیلی کارا بکنم. شاید، ولی همونطور که میدونین افراد کارآزموده من تعدادشون کمه و من بهشون احتیاج دارم. این قفلت از انجام وظیفه تو اینه مرد. امنیت کشور. متاسفم کاپیتان. این غیر ممکنه. خب مروید، باید بگم به کلی مایوسم کردی. من انتظار همکاری داشتم. همکاری؟ همکاری قربان، 2 هفته پیش ازتون تقاضای کمک کردم. نه 1 بار، نه 2 بار، 3 بار التماس کردم یه دست سوار نظام بفرستین تا گروهی از قاچاقچی‌ها رو دستگیر کنم. اگه یادتون باشه قربان، گفتین از وزارت جنگ تقاضا کن. و وقتی هم که افراد شما رسیدن، با قاچاقچی‌ها ساختن و بهشون کمک کردن تا اونا فرار کنن. داری زیاده روی می‌کنیم مروت. Ms. Morton, you know Marwood, our customs fellow, don't you? صبح بخیر آقا. خانم مورتون، خوشحالم که باز شما رو ببینم. خانم مورتون که زبون فرانسه رو خیلی خوب میدونن، با افسر فرانسوی که دیشب پیدا کردیم صحبت میکردن. چیزی ازش درآوردین خانم؟ مقداری تعارف معمولی، فقط همین. حاضر نیست راجع به تماسش در اینجا هیچ حرفی بزنه. تعارف ها؟ وقیح بیشار. آدم نسبتاً جالبیه. از زحمتی که کشیدین متشکرم خانم مورتون. کاش میتونستم بیشتر از اینا کمک کنم. مهم نیست خانم، ما خائن رو پیدا میکنیم. اگه پیدا نشود کاری میکنیم که هیچ غلطی نتونه بکنه، با کمک یا بدون کمک تو ماروت. Miss Martin. Can I walk you to your coach? If you wish. You know how highly I regard you. I deeply regret our last meeting ended so stormily. I've forgotten it already, Mr. Marwood. Well, I have not. Nor the cause of our dispute. If you mean Mr. Vincent, I must tell you that I will not be dictated to in the matter of my acquaintances. But the man is a smuggler. Is he? Good afternoon, Mr. Koenig, sir. Oh, Marwood. The Frenchman refuses to talk. He must be a brave man to resist Sara. Indeed. I hope to see you again at the hall, Mr. Marwood. Well, that rather depends on your granddaughter, sir. Well, she'll be delighted to see you, won't you, Sarah? Till then, Mr. Marwood. سلام وینسنت. سفر روسکوف چطور بود؟ چیزی ازش در اومد؟ مثل اینکه ما توافق کردیم کاری به کار هم نداشته باشیم کمبل. اون مال قبل بود جک، حالا دیگه اون قرار به هم خورده. من برای این اومدم اینجا که بهت پیشنهاد شرکت کنم. درسته، یه شرکت. تو میخواستی منو بکشی؟ او آره درسته، ولی تو خیلی پوست کلفتی. در حال فکر کردم بهترین کار اینه که بهت پیشنهاد همکاری کنم. من دنبال این کارم. چرا؟ به صلاحته که با نظر من کار کنی. میتونی مشتریایی رو که از دست ما گرفتی نگه داری. ما هم از تو حمایت میکنیم. از این کار چی به شما میرسه؟ خب تو باید قیمتاتو 2 برابر کنی، همونقدر کنی که ما میگیریم. اینجوری میتونی نصف اونی رو که میگیری به ما بدی و بازم سود خودتو ببری. البته ما هم در عوض راجع به برنامه ها و کارهای بازرسین گمرک به تو اطلاعات میدیم. کاملا منصفانه. خیلی منصفانه است. بریم بیرون. تو دیگه تو نیروی دریایی نیستی. میدونی وینسنت؟ سایلنس. خیلی خوب ما میریم. فقط یادت باشه دوستانه ازت خواستم. چرا ماتت برده؟ خیلی کار داریم. این ادویه رو ببر برای لانگمن در کراسفیلد. و پارچه برای مزرعه ونمن. بهشون بگو جنسی معامله میکنیم. این هم ببر برای سارا. لازم نیست سر و صدا کنی، فقط بذار جلوی در و بیا. میتونی؟ البته که میتونم. اگه بخوام میتونم وارد برج لندن بشم و جواهرات سلطنتی رو با خودم بیارم اینجا. اگه بفهمم چیزی از اون خونه کم شده با اردنگ از این ساحل میندازمت به اون ساحل. مطمئن باشی من خلافی نمی‌کنم آقای وینسنت. خیلی خوب دیگه، حالا را بیفت برو. فعلا خدافظ. راستی پیش از اینکه بازم ببینمتون، اگه گیر کمبل افتادین چی؟ خب ممکنه دوربینتون بعد از شما مال من باشه. مثل قهرمان رفتم جلوشون وایسادم و گفتم بری گمشین، به شمشیرم و کشیدم و بعد همونطور وایسادم و مستقیم تو چشماشون خیره شدم. اونا از ترس فرار کردن. چیزی هم از اونجا بردن؟ نه فکر نمی کنم. ببینی میشناسیشون؟ آخه درست حسابی ندیدمشون. گفتی مستقیم تو چشمشون خیره شدی، تو نمیتونی دروغ نگی پسر. شما چی داری میگی؟ من راستشو گفتم. آخه اونا ماسک زده بودن، فقط چشماشونو میشد دید. اگه بفهمم چیزی از اون خونه کم شده. من به شما دروغ نمیگم. چیکار میکنی؟ من راستشو بهتون گفتم، فکر کردم خوشحال میشین. حالا 2 تا مدال بهم بده کاری. میخوام باهات حرف بزنم آنستی ایوانز. قایق وینسنته. خواهش میکنم آقای کمبل فرم کنی، من راستشو بهتون گفتم. اگه اون یک کتک حسابی بهت میزد راست گفتن یادت میرفت. ساینس قایق وینسنت اونجاست. پسر راست میگفت. حالا 1-2 ثانیه بهم وقت بده تا وادارش کنم بگه بارش کجا قایم کرده. حالا نبیری، همین که جک وینسنت بفهمه قایقشو گرفتیم بهمون میگه جنسا کجاست. این بچه ماهی رو چیکارش کنیم؟ فقط 2 کار میتونیم باهاش بکنیم. به عنوان تومه بزنیمش سر قلاب یا چی؟ یا اینکه بندازیمشون پایین. کن Sara, I found this downstairs. I think that's for me. I think so, ma'am. Walgo, could you put that in my room, please? Certainly. خانم مورتون. صبح بخیر کاپیتان. معذرت میخوام، باید با پدر بزرگتون صحبت کنم. Must. It is a matter of extreme urgency, ma'am. Well, you better come in. Good morning, Mr. Koenig. Good morning. I trust this intrusion is justified. من که هیچ سر در نمیارم. شما دنبال چی میگردین؟ بعداً میفهمیم. نامه‌ای به دست من رسیده که شما رو جاسوس معرفی کرده. ما دنبال مدرک میگردیم. Spy? You mean a spy? That's ridiculous. Quite so, ma'am. Nevertheless, we must humbly ask your permission to search the house. Well, who wrote this letter? Oh, it wasn't signed. And you believe some anonymous scrawl worthy of consideration? Sarah, we have nothing to hide, and the captain must do his duty. Well, you, sir, may have time to waste, but I do not. Quickly, Jenny, we must hide that bale of silk. Before, sir? I keep my correspondence hand out, but I have no idea how it got up there. The key, if you please. It's in the drawer of that casket over there. خب اینم همون چیزیه که می‌خواستیم. Grandfather, what's happened? Maps of the local defenses. Some like these were found on the Frenchman. This is none of my doing. Well, Captain Koenig has no reason to betray this country. But I don't understand. Mitunin Bebarinish. England welcomed you to her shores. And is this how you repay her? Take him away. Grandfather's been arrested. Captain Armstrong came to the hall this morning. He said he'd had a letter, an anonymous letter. We found drawings and plans of coastal defences and a bag of French gold. Where? Well, what does it matter where? Sarah, where? In the library. In Grandfather's correspondence box hidden in the fireplace. What are we going to do? Did you see the letter? No, I didn't see the letter. پدر بزرگ رو به عنوان جاسوس بازداشت کردن. یه نفر چند تا نقشه تو جبهه ساکت باش، دارم فکر میکنم. فکر؟ چه فکری داری بکنی؟ یه نفر داره عمدن اسم پدر بزرگ رو لکه دار میکنه. و نزدیک بود آنستی مچشون رو بگیره. آنستی؟ دیشب وقتی اون بسته را آورد. پس چرا قبلا اینو به هم نگفتی؟ چون حرفش رو باور نکردم. باید به آرمسترانگ بگم. Go! Not Armstrong. Well, surely you don't believe that he... Didn't see the letter, did you? He's the garrison commander. And in charge of all the coastal defences with all the maps and plans. But a spy for the French? It's ridiculous. Perhaps. Don't go to him, Sarah. Is that all you've got to say? Is that all you can do to help me? Damn you, Jack Vincent. آرمسترانگ چیزی نگو تا من بفهمم اونا کی بودن. جک وینسنت. گفتم این پسرای پررو رو برگردونم پیش تو. بخوای یا نخوایش یه موضوع دیگه است. اون جای قایق تو رو به کمبلا نشون داد. فقط کمبلا میدونن اونو کجا قایم کردن. بنابراین از من نمیتونی چیزی دراری. با کمبلا کنار بیا وگرنه قایقتو سوراخ میکنن و میفرستن ته دریا. تا دفعه دیگه که آب بالا بیاد وقت داری تصمیمتو بگیری. تصمیم گرفتن برای تو زیاد مشکل نیست. آب همه چیزو بهشون گفتی آره؟ چاره نداشتم آقای جک، ممکن بود بکشنم. عیبی نداره پسر، میدونم چه جوری هم. میخواستن منو بندازن جلو ماهیا، باید بهشون میگفتم. خب اصلا مهم نیست. متشکرم آقای جک. من باید از تو معذرت بخوام. از من؟ برای اون قصه حالا باور میکنم. راست میگی؟ خب فکر میکنی بتونی اونا رو بشناسی؟ نه بجز اونی که الان من آوردی جا، اون که سرفه میکرد، اون باید دستش تو کار باشه. خلاصه طرف پره دریایی میگه نه به مزاج من نمیسازه، من فقط روزای جمعه ماهی میخورم. تو بد جوری سرفه میکنی سانی، خیلی بد. حتما تو اون ویلا سرما خوردی. 2 تا سوپ برای آقایون. ویلا؟ کدوم ویلا؟ شما 2 شب پیش اونجا بودین. چی میگه؟ من دیدم تو. خیلی خوب آقایون، حرف بزنیم. این موضوع اصلا به تو مربوط نیست هست؟ خب به خودم مربوطش میکنم. بیا جلو میکشمش، بیا این طرف بین. خیلی باید ببخشی، ما از هم صحبت خوشمون نمیاد. تو همیشه مزاحم منی پسر. خودخواه. باید همونجا که بودی میموندی وینسنت. بهت پول داد اون اسنادو بذاری اونجا. لعنت به تو وینسنت. چرا کمک نمی‌کنی پسر؟ نمیخوام مزاحمتون بشم آقای وینسنت، خودتون گفتی. کی بهت پول داد سانی؟ حرف بزن. کی بهت پول داد؟ ده حرف بزن.